خوبه. بچه ها خوب بخونید. خانمان را با هم می‌سازیم، دیوارهایش را قرمز می‌کنیم، تا در زمستان گرم بمانیم، سقفش را آبی می‌کنیم، تا در تابستان خواب دریا ببینیم، بامش را زرد می‌کنیم، تا در پاییز آفتاب نمی‌تونه بود باشه، اما یک جای کوچک برای همه در آن می‌سازیم، خانه ما کوچک است اما یک جای کوچک برای عشق در آن می‌سازیم، گنجی کوچک برای قصه‌های من، تختی کوچک برای خاطرات من، یک جای گرم و راحت برای محبت می‌سازی، خانه من را با هم می‌سازی. این قسمت به دنبال کار. البته همه چیز غیر از تو. مامان مامان به من میگه همه چی به غیر از من قشنگه. درم روا. تو اتاقم نیاین، میخوام تنها باشم. میگم بابا داره مشکوک میزنه، بریم ببینیم چی شده. بودو دیگه بودو. بابا داره چی کار میکنه؟ اگه فهمیدی؟ همه نگو کن، مثل این که بابا داره میده پایین. حالا بودو بریم تو اتاق بابا یه سر و گوشی آب بدیم، ببینیم چه خبره تا نیمده. سارا مثل این که بیگاری خیلی به بابا جون فشار آورده که این همه روزنامه گرفته تا بخونه، حداقل اینا رو بده من تا باهاشون موشک درست کنم دیگه. خیلی خنگی، اینا گهی استخدام کاره، بابا داره دنبال کار میگرده. خودکارم همینجا گذاشته بودم، پس کوشش.
که ما توی اتاقیم؟ نه بابا اینجا هم که نبود. میو 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 پدر بهمن گربه از کجا اومده بود تو اتاق بابا اینا؟ من از گربه خیلی خیلی میترسم. سارا منم نمیدونم از کجا اومده بود، اما عجب صدای مسخره ای داشتو. اخ 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 بیچاره شدیم. سارا به بابا بگو من رفتم فوتباله. کجا داری میری؟ فوتبال. بهمن جان خواهش میکنم فوتبالو زودتر تموم کن، بیا کارت دارم. بابا پس یواشکی میان تو اتاق و بعدش هم فرار میکنین ها؟ ببخشید بابا چون معذرت میخوایم. آخه ما کنجکاف شدیم ببینیم شما دارین چی کار میکنین. فقط کنجکاف. میخواستم اول کار پیدا کنم بعد بهتون بگم، برای همینم گفتم کسی نیا توی اتاقم. بابا یعنی شما واقعا میخواین دوباره برین سر کار؟ ببینم یعنی بازم مثل قبل همه چی عالی میشه و شما دوباره خوشحال میشین بابایی؟ بله امیدوارم همینطور باشه. باستا ببین خانداداش گله چطوری توپو میشوده تو گل. خوب نگاه کن تا یاد بگیری دختر جون. گله دیدن که مربی خوبی هستی. چی شده بابای جونم؟ چرا تو فکری؟ بیفایده است. چی بیفایده است بابا جونم؟ به همه جا زنگ زدم ولی هیچ کاری که به درد سن و سال من بخوره پیدا نشد. اما شما نباید به این زودی ناامید بشین بابا جون. حالا کجا داریم میرین بابا جونم؟ من میرم بخوابم. بخوابی؟ یعنی میگی الان به نظر تو بابا داره چی کار میکنه بهمن؟ اگه نمیبینی دارم بررسی میکنم زارا. بچه ها بس دیگه بیاین پایین، فضولی کردن ممنوع. چیزه مامانی، ما فقط داشتیم یعنی اینکه زارا فقط داشت. پسرم به جای این حرفا برو سر کوچه دوتا نون بخر، برای شام نون نداریم، زود باش. اما بابا همیشه میرفت نون بخره مامانی. بچه ها مگه نمیبینین که باباتون حوصله نداره؟ سلام آقای بهمن خان. سلام بیژن، چرا قیافت اینجوری به هم ریخته؟ آخه نمیدونی چی شده که از صبح تا حالا دارم تمرین روپایی میکنم، آخرشم به موفقیت آمیزی رسیدم. باورت میشه آقا بیژن بتونه به این خوبی روپایی بزنه؟ نوچ باورم نمیشه. اه حالا وایسا نگاه کن. دو سه دیدن که حرف نداشت. ها داره حاضر. الان اوتانون اینم مال شما بفرما. ممنون. همه چی داری میچرخی یا من میچرخم؟ ای موازه پای. خیلی خوب بابا. بابا آقا بهمن گل چی شده؟ کجا با این عجله؟ امو جونه تو نهیده بخوای بذاری بری. سلام امو جونم. سلام به روی ماهه. چرا اخبار تو همه امو ها؟ هیچی بابا تصمیم گرفته بره سر کار اموی. بابا چه عالی. اما هر جا که زنگ میزنه نتیجه ای نمیگیره، دوباره پشیمون شد که بره. مال خودشه، بهترین موقعیته، دنباله من را بیافته. یا بیگم باشه ما
باز با پیشنهادامو در مورد کارهایی که فکر میکنیم باباتون میتونه انجام بده بهش کمک کنیم تا کاری رو که دوست داره پیدا کنه. الانم یه اندونه تازه برمیداریم میریم تا باش تو کلوم حرف درست و حسابی بزنیم. بابا جان، هندونه رو میشه برا من بندازیم؟ نه پسر گلم، یه وقت میفته میشکنه. بندازین دیگه، خواهش میکنم، بندازین هندونه رو، بندازین بندازین دیگه بابا جونم. خیلی خوب، پس خوب خوب حواستو جمع کن. چشم. عجل قافت ببخشیم بابا. شکست. وای بهت اختار میکنم بیش. ای وای چی شده خاندوش جونم؟ اینجوره داری مگس به پرونی داشتم؟ بله، اعصابم رو ریخته به هم، هر کاری میکنم نمیتونم بگیرم بکشمش. دستم عمو جان دستتون درد گرفت؟ مهم نیست، اقلا بعد این همه بیکاری یه کار مهم کردم و یه مجلس مزاحم رو تلف کردم. شنیدم میخوای بری سر کار داداشم. میخواستم، اما توی روزنامه ها کار به درد بخور واسه من پیدا نمیشه. نمیشه که نمیشه آقا. تو رو خدا میبینید ما چی میکشیم خانمو، همش میگه نمیشه که نمیشه. آخه داداش این چی حرفیه؟ دادت روزنامه که نمیشه کار پیدا کرد. شما واسه ببینید چه کاری رو دوست داری و تو چه کاری استعداد داری. مثل ما که تو میوه فروشی استعداد داریم و بنکل میبریم واسه میوه. ای باده باده سوا کن، باده باده. اما من نمیدونم چه کاری رو دوست دارم و تو چه کاری استعداد دارم. خب ما بهتون کمک میکنیم تا کاری رو که دوست دارین رو پیدا کنین. اها فهمیدم، شما باید مربی فوتبال بچه ها بشین. شما همیشه تو بازی ها بهترین بازیکن دروازه‌بان بودین. رو کمک من یکی حساب کنین. تازه‌شم شما روپایی هم بلدین بزنین. دیدن اونا که هر کسی به غیر از تو بلده. بایسا کجا میری؟ پاس بده، تکلفی نکن، به اون شوت بزن، به من پاس، به اون چیکار داری؟ به اونو برکن وسط زمین، به من پاس بده. اصلا فکرشم نکنین، مربی فوتبال شدن کار تخصصیه، من نمیتونم، استرسش بالاست، منم قلبم حساسه. یافتم، شما صدای قشنگی دارید. من از وقتی که یادم میاد شما میخوندید. شما باید خواننده بشین بابا جونم. من یه پرندم آرزو دارم تو یادم باشی. من یه کوچه تنگ و تاریکم، بهارم خدا. نه نگین عیبه، این کار از سن و سال من گذشته. عمو جان شما میتونین مشتی برنامه علمی هم بشین، چون من تمام اکتشافات و اختراعاتی که میکنم مشفقم شما این. اصلا شما الگوی اصلی من هستین عمو جان. من اگه به جایی برسم اول اسم شما رو میگم، چون شما خیلی مشفق خوبی بودین برای من. عمو شما نبودین اینجوری نمیدونم. ممنون بیژن جون، تو لطف داری. چرا گریه میکنی عمو؟ بگذاریم، حالا شما قبول میکنین مجری بشین؟ نه من کلن از مجریگری خوشم نمیاد. میدونی چیه بابا؟ اصلا شما باید کفترباز بشین. چی؟ چی؟ کفتربازی که شغل نیستم. بابا شما کلی کفتر آشنا دارین، بالاخره این همه ساله دارین به کفترهای محله قضا میدین. لبتر کنین همه کفترها میان اینجا و کارو کاسبیتون میگیره. بهمن جان این پرت و پلاها چیه میگی مادر؟ آقا من قبلا گفتم، بازم میگم، میگم داداشم باز بیاد تو میوه فروشی پیش خودم کار بکنه. نه خیرم عمو جان، باید چینی پزی باز کنه تا منم بتونم کمکش کنم. نه خیرم بابای من باید خواننده بشه. فقط مجری برنامه های علمی. نه خیرم یا مربی فوتبال کنم. مجری باید بشن. فقط مجری
Thank you.